با سلام به بینندگان عزیز، به تماشای برنامه خط آتش نشسته اید. من علی جوادی از حزب کمونیست کارگری ایران هستم. با درود بر شما، من فؤاد پاشایی از حزب مشروطه ایران. خط آتش یک برنامه سیاسی است، برنامه برای رو در رو قرار دادن نقطه نظرات چپ و راست در جامعه در مقابل هم جهت انتخاب آگاهانه، مطلعانه، نو و مختصات نظام حکومتی پس از سرنگونی شیرین جمهوری اسلامی. در این برنامه شما جدل نقطه نظرات را مشاهده خواهید کرد، جدلی متمدنانه با فرهنگ، نمونه و گوشه ای از آنچه باید در فردای سرنگونی جمهوری اسلامی با به رسمیت شناخته شدن آزادی های سیاسی در جامعه ایران مستقر شود. در برنامه امروز همونطوری که هفته پیش وعده داده بودیم به مسئله فلسطین و مسئله جنگ اسرائیل و حماس و پیامدهای آن در منطقه میپردازیم. به سوالات متعددی در این زمینه باید پاسخ داد. اهداف این جنگ کدام ها هستند؟ دولت اسرائیل از این جنگ چه اهدافی رو دنبال میکنه؟ حماس، نیروی ارتجاع اسلامی، چه اهدافی رو در جنگ دنبال میکنه؟ قربانیان واقعی این جنگ چه کسانی هستند؟ چرا جمهوری اسلامی در کنار این جنگ قرار میگیره؟ چرا مردم باید نسبت به این واقعه حساس باشند و موضع اصولی در قبال این تخاصم دیرینه در خاورمیانه کدام هستش و چرا آیا اصولانی مسئله به ما دارای ارتباط ویژه‌ای هست و یا نیست؟ در این برنامه به مجموعه از این نقطه نظرات و همچنین در رابطه با وضعیت مردم در غزه، در فلسطین، در اسرائیل میپردازیم. آقای پاشایی، خیلی ممنون. فکر کنم هفته گذشته که ما در این مورد با هم گفتگو داشتیم، متاسفانه هنوز این جنگ ادامه داره، متاسفانه هنوز این جنگ کشته میگیره، متاسفانه هنوز این جنگ خسارت ایجاد میکنه و مجامع بین‌المللی نتونستن جلوی این قضیه رو بگیرن. با اینکه اسرائیل 6 ساعت به حساب هفته گذشته اعلام آتش بس کرد برای اینکه بتونه اعلام کنه مردم بتونن به در حقیقت آذوقه و خوراکشون تهیه کنن، ولی این نه تنها کافی نبود بلکه واقعا چیزی در آتش بس اتفاق نیفتاد. و بلافاصله بعد از اون یا در میانه اون هم هنوز این داستان به حساب این داستان تیراندازی ها و مشکلاندازی ها طرف حماس ادامه داشت و طرفین همدیگر رو زیر آتش گرفتن. امید من این بود که به حساب در حقیقت طرفینی که دارن انسان‌هایشون رو در حقیقت شهروندانشون رو دست میدن بسر عقل بیان و دست از به حساب جنگ و خشونت بردارن. همونجور که هفته گذشته ما گفتیم همچنان دیده شد که همش تمام به حساب موشک‌های خودش رو از میان مردم خودش پرتاب میکنه. به راحتی شما در فیسبوک و امثال هم صدها فیلم میبینید، حالا اگر اقرار نکنم اقلا 60-70 تاشو میشه به راحتی پیدا کرد، که موشک رو نیروهای حماس در داخل مدرسه، در داخل مدرسه‌ای که بچه‌ها هستن گذاشتن. آخوند مربوطه هم بچه‌ها رو جمع کرده دور به دستگاه پرتاب خمپاره و موشک و اینا رو تشویق میکنه که با گفتن الله اکبر پرتاب این موشک رو، پرتاب این خمپاره رو به قول روش اسلامی جشن بگیرن و شادی کنن و شعف کنن که آره موشک داره میره که بخوره مثلا دشمن رو ببره، غافل از این که اون بچه بیچاره که گناهی نداره، اون آدمی که به حساب در حقیقت این نیروی نظامی رو مسئول چنین عملیاتی میکنه و اون آخوندی که این بچه‌ها رو جمع میکنه و بهشون گفتن الله اکبر رو همزمان با پرتاب این موشک‌ها یاد میده و اونها رو به شعف میاره برای الله اکبر گفتن، اون میدونه که به حساب امکان داره نیم ساعت بعدش، یک ساعت بعدش، 20 دقیقه بعدش به همون محل با موشک‌های اسرائیل یا با هواپیمای اسرائیل بمباران بشه. و اینها متاسفانه برای مردم خودشون، برای بچه‌های خودشون احترام و ارزش قائل نیستن، برای جونشون احترام. چرا؟ چون فرهنگ اون بخش اون دنیا، فرهنگ اسلامی به اینها آموخته است که با شهید کردن، با کربلا ساختن، با چله گرفتن، با نگه داشتن به حساب خون شهید می شود به حساب مردم رو به هیجان آورد، می شود دنیا رو به حساب هیجان آورد. من نمیدونم واقعا هیجان آوردن دنیا چقدر ارزش داره که انسان جان بچه های به حساب کم سن سال 8-9-10 سال رو بگیره، با دست گشاده، با گشاده دستی بچه ها در معرض خطر و معرض بین رفتن قرار بده و امید این که مردن اینها بتونه کمک کنه به تهیج جهانی، به بسیج مردم دنیا، به تنفر مردم دنیا از دشمنش.
من در این کار نقل سلیم میبینم، نه شرافت انسانی میبینم، نه بوی شرافت انسانی، و امیدوار هستم که به حساب روشنفکران جهان اول به حساب استفاده ابزاری از کودکان در مسائل جنگی رو مورد به حساب نکوهش قرار بدن، تا بعد به حساب برسیم بگیم که چرا بچه ها کشته میشن. چراش خیلی خیلی واضحه، بلکه بچه ها در صحنه جنگ قرار میدن، وقتی بمب بخوره بمبم که دیگه سوار نمیکنه که آقا این بچه‌تون بزرگه، من حالا بچه رو نزنم، بزرگ رو بزنم، این لباس ارتش تنشه، اون لباس شاسی تنشه، این همه ما میدونیم که اتفاق نمیفته، ولی مسئول بر عقیده من کتانی هستن که جان مردمشون رو، جان انسانهاشون رو بی‌محابا به خاطر محبوب شدن به حساب مورد ترحم قرار گرفتن به حساب سوء استفاده میکنن و سوء استفاده میکنن. من امیدوار هستم که به حساب در حقیقت این نوع رهبران در جهان هرچه کمتر و کمتر و کمتر بشن. به نظر من در رابطه با مسئله فلسطین، زمانی که به این جنگ نابرابر در این حال نگاه میکنیم، یک واقعیت اولیه قلب هر انسانی رو به درد میاره و اونم کشته شدن شهروندان غیر نظامی در غزه در فلسطین هستش. کشته شدن زنان، کشته شدن سالمندان، کشته شدن کودکان در این جنگی که امروز دولت اسرائیل با قدرت نظامی که در خاورمیانه در جهان قدرت پنجم هست در مقابل نیروی ارتجاعی حماس انجام میده. و قربانیان اول و قربانیان عظیم این جنگ ارتجاعی مردم ستم دیده فلسطین هستند، مردمی که پیش از جنگ به گروگان گرفته شدند، مردمی که تاریخاً سرزمین‌های مکان زندگیشون عملاً به اشغال در اومده و الان در یک محاصره اقتصادی همه جانبه دریایی، هوایی و زمینی قرار دارن و به اصطلاح گلوی این مردم گرفته شده. و معمولاً بهانه ها و توجیهات جنگی این هستش که به خاطر وجود ارتجاع اسلامی حماس و جهاد اسلامی و جنایاتی که بر فرض این جریانات ارتجاعی انجام میدن، این جنگ در منطقه حادث شده و به اصطلاح گسترش پیدا کرده و گویا مسببین فقط یک طرف قضیه هست که دوست داره این جنگ کشمکش پیدا کنه. اما واقعیت اینجاست، اگر به گذشته برگردیم، به ریشه های تاریخی این مسئله دیرینه در خاورمیانه نگاهی بیاندازیم، میبینیم که از سال بعد از جنگ دوم جهانی، بعد از به رسمیت شناخته شدن دولت اسرائیل، بعد از اشغال سرزمین های فلسطینی، ما همواره شاهد یک ستمگری عظیم دولت اسرائیل بر علیه مردم فلسطین بودیم. مستقل از اینکه نیروی مقابل از چه امکاناتی استفاده میکنه، به چه روش هایی به اصطلاح توسل میجوید، دولت اسرائیل با قدرت عظیمی که میلیتاریزم جهانی در اختیارش قرار داده و مورد حمایتش قرار داده، یک سرکوب سیستماتیک رو انجام داده و اینجا قربانیان اساسی این جنگ مردم محرومی هستند که از یک طرف توسط دولت اسرائیل به گروگان گرفته شدن، مورد تحریم قرار گرفتن، گاه و بیگاه مورد حمله نظامی قرار میگیرن در ابعاد وسیع، و از طرف دیگه جریان ارتجاعی حماس، جریان اسلامی حماس زندگی رو برشون سیاه کرده، همونطوری که جمهوری اسلامی زندگی رو بر مردم سیاه کرده. اما میبینیم که این مردم دارن قربانی میشن. نفس این که جریان حماس ذره‌ای برای جان و حرمت و به اصطلاح زندگی مردم در فلسطین ارزشی قائل نیست، امر پذیرفته شده ای هست. اما واقعیت اینجاست که بشریت متمدن در جهان کنونی نمیتونه چشم بر این واقعیت ببنده که دولت اسرائیل نیز اساساً با توجه به ستمگری تاریخی بر مردم فلسطین، با توجه به اشغال سرزمین‌های فلسطینی، با توجه به گروگان گرفتنشون، زندگی رو برای این مردم سیاه کرده. اگر دولت اسرائیل حق عادلانه مردم فلسطین در داشتن یک کشور مستقل رو به رسمیت بشناسه، اگر یک طرفه اعلام بکنه که ما بر این مردم ستمی نخواهیم داشت، سرزمین‌های اشغالی رو به سال 67 و قراردادهای توافقنامه سازمان ملل برمیگردونیم، جریان حماس یک ریشه تاریخی خودش رو و کل جریان اسلامی ریشه تاریخی خودش رو در اون منطقه از دست خواهد داد و به سرعت از جانب مردم منزوی و ایزوله و طرد خواهد شد. تا زمانی که
کشتار و گروگانگیری و اسارت اقتصادی و غیره وجود داره، هم جریان ارتجایی حماس از این زخم بهره برداری میکنه و هم دولت ارتجایی اسرائیل با میلیتاریسم و نقش میلیتاریستی که در خاورمیانه به عهده گرفته به این زخم ادامه میده و این سرکوب ها رو ادامه میده. اینجا قربانیانش مردم محروم و ستم دیده هستند. باید در مقابل توحشی که دولت اسرائیل به نمایش گذاشته ایستادگی کرد. به همین اعتبار هستش که شاهد اعتراضات گسترده در شهرهای مختلف جهان در روز یکشنبه بودیم. در این حال باید جریان ارتجایی حماس رو محکوم کرد. واضح روشنه که این جریان ذره‌ای برای جان مردم ارزش قائل نیست، همونطوری که دولت جمهوری اسلامی ذره‌ای برای جان و امنیت و آسایش مردم در ایران ارزش قائل نیست. به نظرم به هیچ وجه نمیشه یک جانبه به طرف این جنگ برخورد کرد. باید دو جریان ارتجایی رو محکوم کرد، از حق عادلانه مردم فلسطین در این رابطه دفاع کرد. خیلی ممنون. طبیعتا این هست که به حساب مسئله اشغال سرزمین‌های فلسطین از طرف اسرائیل بحث تاریخی است که خب شده است و بالاخره بعد از سال‌ها اینها به این جنبندی هستن که فلسطین رو به رسمیت بشناسن. حکومتی در فلسطین تشکیل در منطقه فلسطین و غزه تشکیل شد. آقای آمدن بین خودشون انتخابات گذاشتن، آقای محمود عباس رو نیروی حماس بازده بند و شارلاتان بازی کنار زد، چون این مقدار احتمالاً این مقدار سر طلب‌تر بود، معتقد بود که باید با گفتگو و زبان این داستان به نتیجه برسه و به حساب نیروی نظامی و جنگ رو باید کنار گذاشت. از استفاده نیروهای نظامی و بمب و موشک به حساب کار نمی‌کنه. به همین دلیل حماسی‌ها به حساب محمود عباس رو با هزار ترفند کنار زدن و انتخابات رو بردن و بعد از انتخابات رو بردن دیدیم که در داخل به حساب فلسطین با چه روشی با مخالفینشون رفتار کردن، کشتن، اعدام کردن، گوله باران کردن، زنده خاک کردن، هر چیزی که تونستن. خب ببین اشکال همینجا شروع میشه. وقتی که یک نیروی به زور سرزمینی رو اشغال میکنه مثل حماس، انتخابات رو میبره، اشغال که دیگه به حساب چندی بوده. وقتی شما به زور نظامی نیروی مخالفت حذف میکنه و خودت به قدرت میرسی، مردم یکم به خودت مخالفن میکشید داخل کشور خودت، میشه اشغال میکنین. و طبیعتا برای که این آتش رو زنده نگه داری، تویی که به مردم خودت رحم نمیکنی، خب با سلامت با مخالفت هم بد رفتار میکنی. این معنیش نیست که مخالف حق دارد تو رو بکوبه یا تو رو بزنه، اما این نشون میده که به حساب آدمی که با آدمهای کشور خودش، با مردم خودش به حساب رفتار غیر منصفانه و غیر دموکراتیک داره، خب با دیگران چه مثل جمهوری اسلامی وقتی با مردم نگاهش میکنن، مردم جهان نگاهش میکنن، وقتی مردم ایران رو صد تا میکشه، خب مسلمه در جای دیگه هم وقتی موضوعی پیش بیاد جانب انصاف رو نمیگیره، جانب حق رو نمیگیره، جانب حقیقت رو نمیگیره و مدام در پی ترفندهای منافع خودشون حفظ کنه. طبیعتا تو منافع مردم ایران بیگناه شد. همچون دیدیم در جنگ 8 ساله کشته شدن، برای که جمهوری اسلامی بود که جنگ در عراق به عراق اینقدر سیخونک زد تا صدام رو وادار کنه به حمله. حالا بوری بحث دیگه نمیخوایم وارد بشیم، ولی در این مورد من قبول دارم که به حساب در حماس تعدادی در فلسطین در غزه تعدادی زن و بچه کشته شدن، اما باید اگر میخوایم منصف باشیم که همش از انصاف مطلب دم میزنیم، باید ببینیم آقا چه کسی این جنگ رو این دفعه شروع کرد. آیا اگر حماس 1700 تا موشک به طرف اسرائیل پرتاب میکنه و این موشک ها به نتیجه به دلیل داشتن سپر دفاعی اسرائیل نمیتونه به هدفش بخوره و در آسمان از بین میره، آیا به اسرائیلی ها خیلی کمتر کشته میشوند؟ آره 13 تا 14 تا 15 تا متاسفانه یا کشته میشوند همون جور متاسفانه که به صف حماسی ها و فلسطینی ها کشته میشوند، ولی آیا این مقصر اسرائیل است که با دفاع از مردم خودش، با دفاع با پروتک کردن مردم خودش نمیگذاره مردمش کشته بشن، ولی حماسی که نیروهای مردم خودش رو دم گلوله میاره و عمدن اینها رو در معرض مردن قرار میده، باید به حساب اینجا واقعا مقصر کیه؟ آیا مقصر اون کسی که از سرزمینش دفاع میکنه وقتی بهش موشک میزنن، یا مقصر اون کسی که به حساب موشک رو میزنه و تحریک میکنه؟ جنگ تردید نکنه که جنگ در هر صورتش بده، هر کسی جنگ رو شروع کنه بسیار بده، هر کسی جنگ رو ادامه بده بده، ولی دفاع بحث دیگری است. همونجوری که من در مورد مسئله داخلی ایران هم همیشه میگم، اگر ما در مردم ایران برای به حساب سرنگون جمهوری اسلامی تلاش کنند و شروع به حساب دست به کار بشن و بهشون حمله بشه و خودشون دفاع کنند، دفاع با اینکه من با جنگ مخالفم بسیار مجاز است، دفاعی از خود همیشه مجاز بوده. چطور وقتی دفاعی از خود برای تمام سرزمین های جهان مجاز است ولی برای اسرائیل مجاز نیست خودش دفاع کنه؟
حالا در قبل از زمین گرفته، بعد زور گفته گفته، اما الان وقتی دارن بهش حمله میکنن یک نفر من ندیدم از این 1700 تا موشکی که وقتی میره طبیعتا باعث به حساب مردن میشه دیگه، موشک نمیره اونجا گل و نبات پخش کنه، که اینو یه رفت ازش حرف نمیزنه که اگر این از خودش دفاع نکرده بود و اجازه داده بود که موشک ها به سرزمینش بخوره چه بلایی سرش میامد. جالب است که به حساب هر دفعه اتفاقی در جهان میفته بین اسرائیل و به حساب عرب، اسرائیل و فلسطین یا نیروهای هموطن شاید موجود، بخش روشنفکر ایران اون روحیه کربلای فلسطین شبتبه به حساب طبق 50 سال گذشته میزنه بالا. هفته گذشته یک هواپیمای مسافری به وسیله موشک های روسی زده شد، هواپیمای مسافری در منطقه اوکراین زده شد، 200 خورده ایتیتار خورده آدم مردن. یه نفر از بخش روشنفکران در مورد این مطلب چیزی نگفت، چون اشکال روسیه زده است اشکال نره، بالاخره اون کشور کمونیستی بوده است و در کشته برادران است اشکال نره، بکشه هم زیاد مهم نیست. در اونجا خیلی بیشتر از این صد خورده فلسطینی که در فلسطین مردن فرق نمی کنه، بچه 5 ساله بمیره بعد از دکتر 30 ساله بمیره بعد از دکتر 80 ساله هم بمیره بعد از مرد 95 ساله هم بمیره بعد از مردن مردنه، مگر ما به حساب تشخیص دادیم که بعضی از مردن ها بدتر از بعضی از مردن های دیگر، چون اینجا رو میتونیم مظلوم نمایی کنیم، بچه رو به حساب بهانه کنیم و شهید بیش بته سرای کربلا شهیدن و باید در باش بیزن. در به حساب نیجریه بوکو حرام میاد بچه های مردم رو میدوزد، چون یک گروه اسلامی افراطی میدوزد میبرد اسیر میکنه، دخترهاشون رو میفروشه، نمیدونم بیادرشون رو بهشون تجاوز میکنه، یادرشون باردار میکنه، اینا اون اشکال نداره. بازم ما نمیدونیم کسی از بخش روشنفکر ایرانی سر موضوع ناراحت بشه بگه آخه اینا آدم بودن، بچه ها دو سال مسیحی بودن، ببین چرا آدم بودن آخه اینا، که تو نمیتونی بچه تو خونه پدر مادرش به دوزی بری بفروشی بگی آقای قنایم اسلام هست و بابت نبودن. متاسفانه موضوع به حساب فلسطین در بین جامعه روشنفکر ایران یک تافته جدا بافتش. چرا؟ چون اسرائیل معروف هست که به حساب با آمریکا نزدیک است. آمریکا هم که بالاخره از قدیم به حساب امپریالیست به حساب جهانخوار بوده، باید همیشه به این روحیه جهانخواری و این روحیه به حساب حمله به حساب به امپریالیسم آمریکا رو تاش نگه داشت، ولی در هر کجای دیگر جهان آدم ها کشته بشن اهمیت نداره، تعداد بیشتر تفتیش میشن. با هم صحبت با جوادی آقای به حساب ملک حسین اردوگاه فلسطینی ها رو با خاک صاف کرد 30 سال پیش، زنده نذاشت کسی رو، 5-6 تاشون رو دفعه تروت کشت. آقای حافظ اسد با تانک از روی اردوگاه آوارگان فلسطین رد شد، بچه و زن و مرد و پیر و مرد همین زیر چرخهای تانکش له کرد و رفت. شما کمتر روشنفکر ایرانی در این مورد صداش در بیاد، اشکال نداره، عربی داره به وسیله عرب دیگری میمیرد اون مهم نیست، اما اگه عرب به وسیله کشور اسرائیل بمیرد که کلینیا کشتن دیگه بیا اینو شیون. من اینجاست که مشکل دارم، انسان وقتی مرده بشه فرق نمیکنه، هر انسانی در هر کجای دنیا بمیرد این درست نیست، به خصوص اگه جنگ باشد، به خصوص اگه نیروی نظامی باشد، به خصوص اگه شخصی باشد، اصلا درست، ولی به شرطی که ما همیشه انصاف رو در همه جا نگه داریم و همیشه با یک ترازو همه رو به حساب اندازه بگیریم، بعضیا بهتر از بعضیا دیگه نباشن. میدید آی باشه، شما نکته خوبی رو مطرح کردین که به نظرم پاسخ مناسبی باید در این رابطه داد. ببینید من و شما در رابطه با بوکو حرام صحبت کردیم، درسته؟ در این برنامه و در رابطه با محکوم کردن بوکو حرام و ما جریان کمونیسم کارگری یکی از نیروهای اصلی و پرچمدار مبارزه علیه اسلام سیاسی چه در ایران چه در خاورمیانه و چه در آفریقا هستیم و در مقابل این جریان ایستادیم، همونطوری که در مقابل تروریسم دولتی ایستادیم و در مقابل جنگ دو نیروی تروریستی چه از نوع اسلامیش و چه از نوع دولتیش، از بشریت متمدن، از مردم آزادی خواه، برابری طلب، مردم انسان دوست دفاع کردیم و این موضع متفاوتی رو بیان میکنه، یک موضع سومه. ببینید شما میتونید به مثابه یک جریان پرو اسرائیلی برفرض در مقابل اسلام سیاسی بایستید و از دولت اسرائیل دفاع بکنید، ولی نمیتونید موضع سومی رو که در مقابل هر دو جریان وجود داره به این اتهام متهم بکنید که به اصطلاح جانبداره یا نسبت به جنایات جریان اسلام سیاسی کم اهمیت هستش. در برنامه در مباحثی که صحبت شده موضع رسمی ما این هست که ما جنگ ارتجایی بین دو نیروی مسلح و ارتجایی
از یک طرف دولت ارتجاعی اسرائیل، از طرف دیگه دولت جریان ارتجاعی اسلامی حماس رو محکوم میکنیم. هرچند که در عین حال این یک جنگ به اصطلاح نابرابری هست، چرا که یک طرف بالای آنچنان قدرت عظیمی هست و آنچنان تلفاتی نه بر علیه نیروی نظامی حماس بلکه بر علیه مردم عادی، کسانی که شهروندان غیر نظامی هستن وارد کرده. ببینید آماری که رسانه‌های بین‌المللی رای میدن حاکی از این هست که تا کنون تا زمان ضبط این برنامه حدود 550 نفر از شهروندان غزه فلسطینی کشته شدن، که از این تعداد 9 نفر، تنها 9 نفر از نظامیان حماس بودند و بقیه دختر و زن و پیرمرد و جوان غیر نظامی در جنگ بودند. در این حال تعداد کشته شدگان سربازان اسرائیلی بعد از حمله زمینی به غزه به بیش از 20 نفر رسیده. این یک واقعیت خشنی رو نشون میده. ببینید آقای پاشایی، وقتی که دولت اسرائیل موشک میزنه به مکان بازی بچه‌ها در ساحل غزه، در ساحل مدیترانه، جلوی هتل خبرنگاران خارجی و 5 بچه یک خانواده تیکه تیکه میشن، دیگه من و شما نمیتونیم چشمون رو ببندیم و بگیم روشنفکرانی گویا در هوا یا در آسمان بر فرض دارن شهید سازی میکنن. کشته شدن. نمیتونیم به این واقعیت، من و شما انسانی، من و شما پدری، من و شما والدین خانواده هایی هستیم و عزیز بودن فرزندانمونی میدونیم، نمیتونیم چشم ببندیم بر این واقعیت که فرزند دیگری در مکان دیگری در جای دیگری کشته بشه و ما قلبمون به درد نیاد. مسلماً هر کجا که ظلم و نابرابری هست شما ما رو در صف مبارزه خواهید دید. اشاره میکنید، میگید هواپیمای مسافربری که کشته شده، واقعاً دردآوره. اینکه در جنگ و جدالی که در اون منطقه وجود داره یک هواپیمای مسافربری مسافران بیخبر از همه جا 300 نفر تکه تکه شدن، در آتش موشک سوختن. ولی مگر همین اقدامات رو دولت آمریکا انجام نداد با هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی که ناوگان آمریکا در خلیج با به اصطلاح موشک زد؟ هر دوتا از یک جنس هستن، هر دوتا جنایت بر علیه بشریت، چه دولت روسیه باشه، چه دولت اسرائیل باشه، چه دولت آمریکا باشه، در تاریخشون ثبت شده. مگر آمریکا ژاپن رو با به اصطلاح بمباران اتمی نکرد و 300 هزار نفر رو در چند ثانیه خاکستر کرد؟ ببینید راف، تفاوت موضع ما و شما در این هست که شما اشغال سرزمین‌های فلسطینی رو محکوم نمی‌کنید. شما از قطعنامه سازمان ملل در رابطه با حق عادلانه مردم فلسطین برای داشتن کشور مستقل فلسطینی و متساوی الحقوق دفاع نمی کنید. شما توجیهات جنگی اسرائیل رو، دولت اسرائیل رو مبنا قرار میدید و متاسفانه یا به هر حال شما در مقابل حتی بشریت صلح دوست در خود اسرائیل قرار میگیرید که خواهان پایان دادن فوری به این جنگ هست، خواهان به رسمیت شناخته شدن کشور مستقل فلسطینی با حقوق مساوی در فلسطین هستش. شما در مقابل همین مردمی قرار میگیرید که در مقابل دولتشون هستن. آیا اون مردم هم در فلسطین، در اسرائیل تحت تاثیرات تبلیغات به اصطلاح سو قرار داشتن؟ آیا اون انسان‌هایی هم که وقتی که CNN میکروفون خبریشو میگیره در مقابل به دختر جوانی که زیر موشکباران ارتجایی حماس قرار گرفته میگه چه احساسی داری؟ میگه من میدونم که با پناهگاه خودم میتونم جونمو حفظ کنم، اما اون مردم بیچاره غزه که زیر بمباران موشکهای ما قرار میگیرن و میدونم پناهگاهی ندارن، نابود میشن. این احساس عمیق انسان دوستانه است که به اصطلاح تلالو میزنه، توتق میزنه و خودشو به نمایش در میذاره. سوال ساده است، آیا شما تجاوز دولت اسرائیل رو تاریخاً محکوم میکنید؟ آیا از حق عادلانه مردم فلسطین برای داشتن کشور مستقل فلسطینی دفاع میکنید؟ آیا از حق مردم فلسطین برای مقابله با نیروی اشغالگر دفاع میکنید؟ از حماس نباید دفاع کرد ذره‌ای، همونطوری که از جمهوری اسلامی دفاع نباید کرد. اما اگر زمان یک نیروی ارتجاعی به اصطلاح به مردم رو شروع میکنه به تعرض کردن، آیا ما نباید بگیم ما میتونیم مستقل از جریانات ارتجاعی در مقابلشون وایستیم؟ در مقابل این سوالات به نظرم باید پاسخ داشت. حتما. میفرمایید که اعلامیه سازمان ملل
ما قبول داریم سازمان ملل، ولی آیا شما هم اعلامیه سازمان ملل رو در همه موارد قبول دارید یا فقط در این موردی که به نفعتون قبول می‌کنید؟ الان در مورد فلسطین با هم قرار گرفتیم. اصلا بعد پس سازمان ملل هر اعلامیه‌ای داد ما ارزش قبول می‌کنیم. من مثلا خودم قبول می‌کنم. اما شما اشکالی که میاد کنسکاگه یه جایی قبول می‌کنه یه جایی قبول نمی‌کنه. نمی‌شه. یه با بود هوا نمی‌شه. یا ما سازمان ملل رو به عنوان مرجع صادق منصف قبول داریم که من قبول دارم. هر چون گفتن درستش. صد درصد درستش. خیلی اشکال همون یکی که اشکالات ما رو با هم دیگه حق داشتن سرزمین های فلسطین. من به سهم خودم معتقدم فلسطینی ها باید سرزمین چون داشته باشن، باید حکومت خودشون داشته باشن و باید به حساب خودشون در داخل سرزمین خودشون اداره کنن، بس روی نیست. اما این با زور کتک و کتک کاری و موشک انداختن حل نمیشه. شما نمیتونین حقتون رو، حق مسلمتون رو با به قول شما که ارتش شرطه پنجم ارتش دنیاست، با انداختن موشک به پنجم ارتش دنیا بگیرین. میشه با سیاست گرفت، میشه با گفتگو گرفت، میشه با استفاده از مجامع بین المللی گرفت. همه مردم سوخت دنیا هم در اون شاید در پشت به حساب همه از فلسطین قرار خواهند گرفت. اما شما تا روزی که میخواین از روی اسلحتون، از روی بمب گذاریتون، از روی موشک انداختنتون، از روی به حساب انفجار انتحاریتون به حساب حقتون بگیرین، از به خصوص به طور گفته شما از پنجم ارتش دنیا بقیه هم مشکل است. کار عقلانی نیست. من نمیگم درست عقلانی نیست این کار. حالا که بعد فکر کنم عقلانیه برام بکنم چرا مبارکشون باشه، من معتقد عقلانی نیست. میفرمایید در برابر مردم سلجو اسرائیل، بازم خدا پدر مادر همون اسرائیل بیامرزد که مردمش این حق رو دارن که بیان در خیابانش بیستن در جلوی حساب سربازای اسرائیلی به دوربین خبرگزاری دنیا حساب بگن که ما دلمون برای اون مردم نیست. نشانه چیه؟ نشانه چیه که حکومتی است که مردمش حق گفتگو میده، به مردمش حق نظر میده. آیا به من بفرمایید در فلسطین مردم اجازه دارن بیان در برابر دوربین تلویزیون بگم با دلمون برای مردم اسرائیل که دارن موشک میخوره میسوزه؟ نه. من بهتون میگم، من با سم خودم میگم نه، بلکه چه دیدیم با مخالفشون چک چک کردن. اینا که ما داریم میگیم هیچ کدومش مجاز نمی کند که به ثابت و توجیه نمی کند مردن بچه ای رو، موشک خوردن خانه ای رو، موشک خوردن به حساب دریا آدم استخدام پارک فرفا. اما شما بعد همونجوری من میفهمم شما هم بفرمایید آیا شما دیدین فیلم هایی که حماس و دولت حاکم بر فلسطین مراکز موشکی شو از داخل محل بازی بچه‌ها پرتاب میکنه؟ دیدین که به حساب اینا میان عمدن و به عمدن و به عمدن موشکاشون از داخل بیمارستان ها و آمبولانس ها پرتاب میکنن؟ و آیا بعد از اینکه بعد از اولی و دومی و سومی و چهارمی و پنجمی متوجه نمیشن که آقا وقتی ما این کاری میکنیم این محل رو محل تارگت میکنیم، هدف میکنیم برای نیروی مخالف ما رو بزنه؟ اگر ما میخوایم مردم رو کشته نشن، که همه میخوان کشته نشن این بچه‌ها، آقا نبرید موشک رو بذارید تو مدرسه بچه‌ها. خب نکنیم، چرا میکنیم؟ آخه ببینید ما نمیتونیم هم خودمون بچه خودمون بریم تو خیابون بذاریم چی چرخ ماشین دستپاشو ببندیم بذاریم چی چرخ ماشین لش کنه وقت دیگه بگیم آقا ما پدر بودیم دلمون سوخت. خب آقا نکنیم این کارو، میخوایم بعدن پدرم دلم میسوزه، شما هم پدر دلتون میسوزه. اما این دلسوزی باید اول خیر اون پدری رو گرفتیم به بچه‌ش بده دم گوله. آخه که نمیشه آدم به بچه‌ش بده دم گوله بعد به تو مخالف خودشو محکوم کنه آقا تو چرا بچه‌ من زدی؟ این دیگه مقداری نمیدونم بهش انصاف هست یا نه، اون دیگه مردم تصمیم میگیره که چه انصافی است. میفهمید هر کجا ظلم هست شما هم هستین. خدا کنه. آیا به اون بچه فلسطینی من اول شما تو فرق گفتم تو من گفتم پروسه، من پروسه نیستم. من معتقدم من از اندیشه و تعقل پشتیبانی میکنم. من معتقدم اون نیرویی که از تعقل بیشتر برخوردار است، اون نیرویی که صادقانه تر و دموکراتیک تر رفتار میکند، اونو میشه به حساب با چشم بهتری بهش نگاه کرد، نه که ازش پشتیبانی کرد، با چشم معقول تر بهتری بهش نگاه کرد. وقتی من میبینم اسرائیل رفتارش با مردم خودش دموکراتیکه، در تا اونجا هم که دستش برسه نمیگم 100 درصد سعی میکنه ظواهر جهانی حفظ کنه، نه ما تا حساب. خب این آدم باید اینا رو در نظر بگیره تا برسه سراغ اون داستانی که من پر با کجا پر من نه طرفدار اسرائیلم نه طرفدار حماسم. من اول تا اونجا که طرفدار ایرانم، من پر ایرانم برای مردم ایران هیچ هم. اما نمیتونم به خاطر این داستان چون هیچ نیروی تعصب ندارم به حساب نمیتونم اون جنایی رو که فکر میکنم درست است رو نگم. میفرمایید که به حساب در مورد سر هواپیمای مسافر ایرانی حق با شما، آمریکا وقتی زد همه ماها داستان محکوم کردیم هواپیمای مسافری بی خود زده شد. ولی من بحث من الان چطور این هواپیمای زده شد یه نفر در مورد این همه مورد صحبت نمیکنه؟ اما حماس و اسرائیل که حماسی که خودش بچهای خودش دم توپ میده، خودش به عمد آقا این خودم آدم ببینه به چه زبانی بگه، یه نیروی مردم خودش رو عمدن دم توپ میده. به قول شما
اصراری که دردش شدیم بیا آقا من به شما در ظرف این سالها که با همدی صحبت بودیم سیمان دادم شما برید پادبیتو بیمارستان درست کنید، شما سیمان رو بردید برای من تونل درست کنید که از این بیایم که شما تروریست بفرستیم تو اسرائیل بمب بذاره اینجا. تمام اون سیمان هایی که ما به عنوان رفاقت و دوستی و نشانه های دوستیمون به شما دادیم با آقای حماس، به جایی که باش بیمارستان درست کنه باش مدرسه درست کنه، همه رو به صورت صرف ساختن تونل کرده که بیاد از این زیر وارد خاک بشه. خب همون سیمانی که به جای تونل درست کردن میتونه پایگاه چی درست کنه، چی میگن بهش، اون آشیانه درست کنه که مردم برن توش جمع شن که وقتی موشک میخوره اون مردم یک حساب مثل بعد اسرائیلی ها سرپوش داشته باشن بتونن تو اون سرپناه تو پناهگاه برن موضع بگیرن. اما به جای که سیمانش رو ظرف ساختن پناهگاه بکنه و علیه ارتش اشغالگر پدر سوخته اسرائیل برده از صف ساختن تونل کرده است که نیروها رو مردم رو همون بچه هایی که ما داشتن دون صحبت میکنیم همون بچه هایی که الان با درون براشون میکنه همون بچه ها رو آموزش بدن برای انتحاری از زیر تونل بفرستن به تو اسرائیل بمب بتره کنه خودش رو بتره کنه 15 نفر دیگه مثلا بتره کنه. آیا واقعا شما فکر میکنید چنین مردمی چنین حکومتی چنین دولتی چنین انسانهایی حق دارن بر اون سرزمین حکومت کنن؟ آیا اینها اشغالگر هستن که به زوری مردم رو به حساب زیر بمباران گذاشتن یا اون نیروی اسرائیلی که داره خوش دفاع میکنه؟ من آرزو بود که اسرائیل میتونست یک سیستم های اختراع میکرد که این مردم نمیمردن، همه خوش دفاع میکرد همین مردم نمیمردن، ولی نیست چنین چیزی متاسفانه. من امیدوار هستم صلح در جهان برقرار شود، امیدوار هستم که به صافی از هیچ طرف حتی یک فلسطینی هم کشته نشود، ولی اول وظیفه دولت حاکم بر فلسطین است که از مردم اشتفا کنه تا بعد ما از اسرائیل اشغالگر و فلان فلان توقعش بشیم بیا تو هم مواضع مردم فلسطین باش. ببینید آقای پاشایی چند تا نکته رو مطرح کرد. یکی مثلا اینکه مسئله فلسطین راه حل نظامی نداره، یه واقعیتیه. منم فکر میکنم که مسئله فلسطین راه حل نظامی نداره و تنها راه حلش اعمال فشار سیاسی مردم بر اسرائیل و متحدین دولت اسرائیل هست که حق عادلانه مردم فلسطین رو در داشتن کشور مستقل فلسطین به رسمیت بشناسن. این راه حل مسئله است. قطعنامه سازمان ملل هم بر این تاکید میکنه، قطعنامه که من هم باهاش توافق دارم، بر وجود دو کشور در منطقه، کشور اسرائیل و کشور فلسطین با حقوق متساوی، با برخورداری از مرزهای سرزمینهایی که در به اصطلاح سال 67 اسرائیل به زور اشغال کرده. این واقعیتیه. شما اشاره میکنید که مسئله اسرائیل و جنگ صرفاً یک طرف داره، من میگم نه اتفاقاً دو طرف داره. ببینید اسرائیل، دولت دست راستی اسرائیل، نتانیاهو امروز و دولت لیکود و بعضاً حزب ائتلافی که تشکیل داده، از وجود جنگ در منطقه خاورمیانه بهره برداری برای موقعیت سیاسی دولت اسرائیل میکنه، همونطوری که حماس و جمهوری اسلامی از وجود جنگ در خاورمیانه برای بقای ارتجاع اسلامی و توجیه کردن افکار عمومی به نفع این ارتجاع کثیف اسلامی بهره برداری سیاسی میکنه. هر دو طرف در تداوم و کش دادن این جنگ به اصطلاح مقصرن، اما یک طرف قضیه آنچنان قدرت عظیم لوجستیک و سلاح‌های کشدار انسان‌هایی که تازه به بازار اومده داره که همیشه تلفات بسیار انسانی از خودش به جای می‌ذاره. ببینید شما میگید دولت اسرائیل دارای دموکراسی، من هم به رسمیت نشستم. دموکراسی که به اصطلاح بعضاً در غرب وجود داره و کشورهای عربی و کشور سرزمین فلسطینی فاقد این هستن. این واقعیتیه. اما آیا این توجیه پذیر کشدار مردم فلسطین توسط دولت ارتجاعی اسرائیل هست؟ این سوال رو آقای پاشایی باید پاسخ داد. اگر فردا ایران مورد حمله نظامی آمریکا و متحدینش مثلا اسرائیل قرار بگیره به خاطر وجود جریان کثیف اسلامی حاکم بر مردم که به قول شما اشغال کرده سرزمین ایران رو، به قول شما جریانات ناسیونالیست تجاوز کرده اشغال کرده بر جامعه حاکم شده، آیا دولت اسرائیل مجازه بگه از اونجایی که برفرض موشکایی که از تهران پرتاب میشه توی سلطنت آباد هست و یا تو اشرت آباد هست یا تو پادگان جه هست و
همه اینا در شهر و در مناطق مسکونی هستن، من میزنم، خود دور و برش هم کشته بشن، دانشگاه هام از بین بره، برفرض مد بیمارستان هام از بین بره، تلفات غیر نظامی هم بشه، تلفات جانبی جنگ هستن. آیا شما میپذیرید بعد اون زمان به عنوان یک انسان که میگین به تعلقات ناسیونالیستی، تعلقات ملی تکون دهنده به اصطلاح احساسات و عواطفتون هست، آیا میپذیرید که مردم قربانی بشن؟ میگن که خب چه فرقی میکنه، دولت ارتجایی اسلام حاکمه، اونجا هم دولت ارتجایی و یا نیروی ارتجایی حماس حاکم هستش، چرا مردم باید قربانی بشن این وسط؟ میگید حماس ارزشی برای جان مردم قائل نیست، خب دولت جمهوری اسلامی هم قائل نیست، پس آیا مجوز صادر میکنه که دولت ارتجایی اسرائیل بتونه این مردم رو قتل عام بکنه؟ به هیچ وجه. این نقطه نظر سیاسی شما رو در مقابل مردم قرار میده و در ضدیت با منفعت مردم، چرا که مردمی که توسط دولت حماس به گروگان گرفته شدن یا توسط دولت جمهوری اسلامی به گروگان به اصطلاح گرفته شدن، از قرار باید گوشت دم توپ دولت ارتجایی اسرائیل هم باشن، چرا که در اون مناطقی زندگی میکنن که به اصطلاح موشک پرانی ترش صورت میگیره. ببینید یه مثالی میشه زد، فرض کنید که یه مش تروریست، اینجا تروریست اسلامی، یه مردمی رو به گروگان گرفتن و خواستایی رو دارن مطرح میکنن. خواست فرض کنیم که تمام این خواستا غیر عادلانه، غیر انسانی است. آیا نیروی مقابلی که میخواد به اصطلاح به این وضعیت خاتمه بده، میه اول مردم رو میزنه؟ میزنه اون گروگان‌هایی رو که گرفته شدن و به اصطلاح به اسارت در اومدن، اونها رو نابود میکنه، میگه به هوای اینکه من شما بر فرض گروگانگیرها رو که این مردم رو به گروگان گرفتید و یا خواستای غیر عادلانه دارید به اصطلاح سر جاشون بشونم، یا ادبتون بکنم، یا آدمتون بکنم، یا تنبیهتون بکنم. این واقعیت. میگین جنگ از کجا شروع شد؟ جنگ از اینجا شروع شد که 3 تا شهروند بیگناه اسرائیلی در ساحل غربی کشته شدن و بعد در انتقام اون یک شهروند فلسطینی در اورشلیم تک زنده زنده آتش زده شد و سوزانده شد و بعد جنگ شعله‌ور شد. هر دو طرف نیروی نظامی اسرائیل آماده حمله بود، منتظر چنین فرصتی بود که به اصطلاح حمله رو انجام بده. چرا؟ چه اهداف سیاسی رو دنبال می‌کردن؟ به خاطر اینکه ائتلاف حماس و الفتح صورت گرفته بود و به طور تلویحی دولت اسرائیل رو به رسمیت شناخته بودند و دولت نتانیاهو از اونجایی که از این موضع به اصطلاح ناخوشایند بود و می‌خواست این ائتلاف رو در هم بشکنه، این تعرض نظامی رو به سازمان داد و این چنین داره پیش میره. بعدش چی؟ تا کجا میخوان بزنن، بکشن، نابود کنن؟ حماس نیروی ارتجاعی، فرض کنیم حماس رو از صحنه سرزمین حذف کردیم، آیا دولت اسرائیل حق مردم فلسطین رو به رسمیت میشناسه؟ به هیچ وجه. قطعنامه سازمان ملل که به اصطلاح کشور فلسطین رو به عنوان عضو ناظر در سازمان ملل به رسمیت میخواست بشناسه، چند نفر مخالف داشت؟ اسرائیل و آمریکا. بعد شما میگین آیا مردم به حق نیستن که مثلا چیز کنن؟ آیا مردم ایران حق ندارن در کنار مردم فلسطین قرار بگیرن؟ چرا که موضعی که مبارزه‌ای که مردم فلسطین در این حال میکنن بر علیه ارتجاع اسلامیه و اگر ارتجاع اسلامی در فلسطین زمین خورده بشه توسط خود مردم فلسطین و به زیر کشیده بشه، ریشه های اسلام سیاسی در ایران تضعیف خواهد شد و شرایط برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی مهیا خواهد شد. اینا واقعیتی هستش که به نظرم باید بهش اشاره کرد. والا خیلی بعد پیچیده شد. چند تا مطلب ببینید قربان، میفرمایید که اگر یه تعدادی گروگانگیر مردمی رو گروگان بگیرن باید بهشون حمله بشه؟ نه باید بهشون حمله بشه، همونجور که به اسرائیل هم به فلسطین هم به فلسطین حمله نمیکرد، اما اگر گروگانگیرهای داخل بانک شروع کردن خانه‌های اطرافو با موشک زدن، بعد بهشون حمله بشه. بله، اگر شما تعدادی مردم رو به گروگان گرفتین، بودین در یک بانکی، در یک منزلی، مثلا مطرح شدین، نه، نیروی پلیس باید سعی کنه شما رو محاصره کنه، شما رو کنترل کنه، با درایت، با مدیریت این داستان رو خط کنه. اما اگر شما داخل اون منطقه خانه که گروگان گرفتین شروع کردین با موشک و خمپاره خونهای بغل زدن از بچهای مردم رو کشتن، باید بتون حمله بشه، حتی به هر قیمتی که به حساب جلوتون رو بگیرن، وگرنه خب باید واسه تو همینجوری طرف شما پله پله بکشین برین جلو. خب ببینید ما واقعا کجاست؟ نه واقعا میفهمم که 3 جوان فلسطینی، 3 جوان اسرائیلی رو فلسطینی ها گرفتن کشتن، یه جوان وسط فلسطینی رو هم اسرائیلی ها گرفتن آتش دادن. یک فرقی مثلا هست، فرقش این است که دولت حماس
اعلام کرد که ما این کسایی که این کارو کردن رو نه تحویل میدیم نه میگیریم نه باشون کاری داریم. اما دولت اسرائیل اون که گفت آقا ما کسایی که بلاسه بچه‌ها بودن هم میگیریمشون هم محاکمه‌شون میکنیم هم دادگاهیشون میکنیم هم دادگاهشون علنی خواهد بود هم بیان ببینید فرق اینه. شما میگی آقا من کسی که این کار زشت رو با بچه فلسطینی کرده محاکمه‌اش میکنم. شما میگی آقا کسی که سه بچه فلسطینی کشته جایزه میخوام بهش بدیم. خب کردن کشتن کی گفت اسرائیلی بودن بعد کشته بشن؟ فرق اینجاست. بعد ما کجا میدونیم که نتانیاهو خب شاید احتمال ما که میشه شما میدونید نتانیاهو تو اتاقش تصمیم گرفته که چون داره با صلح میشه بعد ما تو ته حمله کنیم فهم فهمیدن بچه‌ها رو کشتن اونا بعد فلسطینی بعد به رفته همه توش شوشو کردن موشک انداختن حماسی موشک میندازه اولین بار برای اینکه اسرائیلی میخواهد حمله کند میخواهد ها میخواهد حمله کند ما جلو جلو موشک میندازیم بهشون حالا کجا میاد داستان معلوم نیست. میفرماید که اگر حماس برود و حماسی در کار نباشد آیا اسرائیل حق مردم فلسطینی رو به رسمیت خواهد شناخت؟ من نمیدونم ولی امیدوارم معتقدم اگر حماسی در کار نباشد که جنگ افروزی بکند و کسانی نباشند که در اون منطقه این آتش به حساب تنفر رو در بین فلسطینی‌ها دامن بزنند میشود با درایت و مدیریت این موضوع رو حل کرد. ببینید اعراب به هیچ عنوان مایل نیستن موضوع به حساب آوارگان فلسطین حل بشود. به هیچ شما هم باید نیستن به چه بکراندی شما تا وقتی جنگ جهانی دوم تموم میشه بیش از حدود 2-3 میلیون اروپایی در کشورهای مختلف در اروپا و جای دیگه آواره هستن چون دست ارتش نازیست فرار کردن از این کشور به اون کشور. ظرف 5-6 سال بعد از جنگ این موضوع آوارگان در اروپا حل میشود یا اینها برمیگردن به سرزمین‌های خودشون یا در هر سرزمین هر کشوری که موندن اون کشور بهشون پاسپورت میده اقامت میده و اینها رو مقیم خودش میکنه بهشون کار میده و اینا بخش از اون جامعه میشن و مشغول کار میشن. موضوع آوارگان در اروپا حل میشه. فلسطینی‌ها بیش از 70 سال است بیش از 60 سال است آواره هستن. تمام کشورهای عربی حاضرن پول جمع کنن پول اردوگاه‌های آوارگان فلسطین رو بدن این زن بچه مردم رو همینا که باشون دوستان نه دشمنان زن پول این زن بچه مردم رو در زیر چادر تو اردوگاه نگه دارن ولی حاضر نیستن بهشون اقامت کشور خودشون رو بدن. عربستان سعودی و کویت حاضر نیستن به اینها اقامت کشور خودشون رو بدن ببرن کشور خودشون بهشون سرزمین بدن بهشون خونه بدن بهشون. چرا اینا رو در اردوگاه نگه داشتن؟ یه آدمی که 50 سال در اردوگاه دنیا میاد در اردوگاه بزرگ میشه در اردوگاه مدرسه میرود و مدرسه نمیرود جز تنفر در وجود چیزی نداره. این آدم جز به درد جنگیدن و جز به درد به حساب تنفر داشتن به درد چیز دیگه نکه نمیخوره نمیذارن بخوره. کی نمیذاره بخوره؟ همون رفقایی که به حساب خرج اردوگاه ها اینا رو میدن خرج غذاشون میدن ولی این غذا رو قد به قدری میدن که این مدام این غذا رو با درج و مشقت و احتیاج و نیاز و بدبختی احساس بدبختی بخوره که همیشه از این به حساب و مدام زیر ترنینگ تنفر از اون آدمی که عمرش چه به عنوان یهودی باشه. این مشکلات و مشکلاتی است که با میشه با بمب و موشک حل کرد. این مشکلات رو جز با درایت جز با مدیریت صحیح نمیشه حل کرد. شما نمیتونید با موشک انداختن تنفر از کسی بگیرید. مثلا در مورد ایران اگر اسرائیل به ایران حمله کند تردید نیست که ما به عنوان به حساب ساکن اون کشور از اسرائیلی که به حساب اون حمله کرده به حساب هم دلازرده ایم هم متنفریم هم شاید به جنگش هم برویم. اما این باعث این نمیشود که در جایی که میشینیم نگیم که آقا مسبب این جنگ این آخوند به دست سوخته است. این آخوندی است که به حساب به زور دستش رو به جایی انداخته است که زورش به اون طرف نمیرسه و اون قلدر و قلچما رو انداخته جون ما که مردم ایران رو بکشه. الان در فلسطین همین داستان است. حماسی ها چون از این راه نون میخورن این جنگ رو شروع کردن و اونم اسرائیل هم هیچ وقت از فتحال کوتاه نمیده. اسرائیل ثابت کرده است اگر بهش حمله بشود حمله رو با دو برابر جواب میده به خاطر اون سر محیط کوچیکی که داره چاره جدی نداره. ما اگه بودیم همین کارو میکردیم. منم اگه به حمله بشم کارو میکنم. اما مهم اون کسی است که به حساب این جنگ رو آغاز میکنه و اون کسی است که از این جنگ نون میخوره. در مورد که میپرسید آیا مردم با باید در کنار فلسطین ها باشیم، من کوچکترین وظیفه‌ای در خودم نمیبینم که در کنار مردم فلسطین باشم. برای اینکه من به قدری مشکل در داخل کشورم دست از زمینم دارم که اگر بتونم اون حل میکنم. مردم ایران در 4 سال پیش در تظاهرات فریاد زدن به حساب که حماس و به حساب اسرائیل و فلسطین و لبنان به ما ربطی نداره، اونجا رها کنین فکر ما باشین، فلسطین رو رها کن به فکر ما باشین.
اون پیامیه که مردم ایران میدن، اون پیامیه که توده های مردم ایران از داخل ایران میدن که آقا سرزمین های عربی رو فلسطین و پرستری ول کنید، فکر مردم ایران باشه که دارن گشنگی میمیرن. و منم اگر ایرانی واقعی باشم همون کار رو انجام میدم. ببینید به لحظات پایانی برنامه رسیدیم، من چند تا نکته رو فقط به سرعت میگم. ببینید تفاوت موضع ما و موضع شماهای پاشایی در این است که ما هر دو جریان ارتجاعی رو چه در اسرائیل و چه در فلسطین محکوم میکنیم، از حق عادلانه مردم فلسطین دفاع میکنیم، اما شما یک جانبه توجیهات جنگی دولت اسرائیل رو به اصطلاح مبنای تحلیل‌های سیاسی خودتون قرار میدید. ببینید ما در کنار مردم صلح دوست در جهان، مردم انسان دوست در جهان قرار میگیریم، چه در اسرائیل، چه در فلسطین، چه در آمریکا، چه در اروپا، چه در سایر کشورهای جهان، اما شما در کنار این تظاهرات ها، این اعتراضات بشریت متمدن قرار نمیگیرید. ببینید ما برای تضعیف رژیم جمهوری اسلامی در عین حال عمیقا معتقدیم که حل عادلانه مسئله فلسطین، به رسمیت شناخته شدن کشور مستقل فلسطینی، زمینه های بقا و تداوم جمهوری اسلامی و جریانات اسلامی رو به شدت به مخاطره میندازه. اما تبلیغ و سیاستی که شما دنبال میکنید ناخواسته، میدونم ناخواسته یا به اصطلاح غیر واقعی، به این نتیجه میرسه که با تداوم بخشیدن به مسئله تخاصمات در فلسطین و خاورمیانه اتفاقا زمینه های بقای عمر جمهوری اسلامی تضمین میشه. جمهوری اسلامی همونطوری که جنگ ایران و عراق براش به قول ارتجاع خمینی مائده آسمانی بود، وجود جنگ در خاورمیانه براش مائده است. درست میگید، ارتجاع عرب هم از وجود ستمی که بر مردم فلسطین میره استفاده میکنه که موقعیت ارتجاعی خودش رو توجیه کنه. اما ما مردم، ما انسان‌های آزادی‌خواه، ما انسان‌های برابری طلب، ما کمونیست‌های کارگری از حق عادلانه مردم دفاع می‌کنیم. ما انسانیت خودمون رو در مرزها به اصطلاح جا نمی‌ذاریم که وقتی که به ستم در مردم فلسطین نگاه بکنیم بگیم نه ما در کنار دولت اسرائیل قرار می‌گیریم. ما در کنار مردم مترقی اسرائیل قرار می‌گیریم، صلح دوست اسرائیل، و فکر می‌کنیم جریانات دست راستی چه در اسرائیل و چه در حماس باید در فلسطین باید کنار زده باشن و این مردم بتونن حق حاکمیت خودشون رو داشته باشن و روی صلح و آرامش رو ببینن. متاسفانه یه دقیقه بفرمایید که بعد برنامه آقای فهمید که به حساب ما متاسفانه فقط یک جناح رو به حساب دفاع میکنیم، پشتیبانی میکنیم، ولی در متاسفانه در کنار تظاهرات های بشر دوستانه و متمدنانه نیستیم. تظاهرات بشر دوستانه متمدن است که فقط داره از حماس دفاع میکنه و از فلسطین دفاع میکنه، عکس به پرچم فلسطین میاره. من به پرچم فلسطین نمیرم، حالا که همینجوری پرچم اسرائیل نمیاد، پرچم فلسطین میرم واسم برای فلسطین سینه بزنم. اگر دفاع از پرچم فلسطین، پرچم فلسطین و دفاع از به حساب کسایی که در فلسطین مردن، اینه بهش میگیم تظاهرات های متمدنانه بشر دوستانه. من متاسفانه بشر متمدن نیستم، نمیدونم چیکار کنم. ان شاء الله یه روزی بشه. هفته دیگه بحث ادامه بدیم. بینندگان عزیز به پایان برنامه امشب رسیدیم. تا هفته آینده امیدوارم روزها و شبهای خوبی داشته باشید. موفق باشید دوستان.